قشم هشم ناسه به نسلی اختراسی والان و مشه مراشا قهیلت یعقوب. پاراشا یکی تسه هستیم فصل بیستو سه پاسوق ده میفرماید کیتسه مخنه الویوه خواه بنیشمرتا میکل دابار را هنگامی که خارج میشود اردوی بر علی دشمنانت برحضر باش از هر موضوع بدی کیت ایه بخا ایش لو لوی تاور اگر باشد در تو مردی که پاک نیست میغره لایلا به خاطر واقع شبانه بیاد سایل میخوست لمخنه بلو یابو التو خمخنه خارج شود به خارج اردو نیاید به داخل اردو حالا برخواهی مقادش اینجا میفرمایند که ساریخ لادت ما باید بدونیم که سوالشون اینه ما باید بدونیم که منظور این پاسخ که موازه باش از هر موضوع بدی چیه که صحبت میکنه در موقع خروج به جنگ مگر نه اینکه همیشه باید انسان از هر چیز بدی خودش رو محافظت کنه و نگه داره چرا اینجا تاکید میکنه وقتی میخوای بری جنگ از موضوع بد دور باش پروش هگم شیش دوغه و روت لوی علیهم توضیح اینه که همچنین که هست نکته های باریک از گناه که اشم اونها رو جمی جریمه نمیکنه در حالت عادی این یعنیش یه اونش قل اگر هم بخواد جریمه کنه جریمه سبکی داره مدی اکاتو پاسخ داره به ما یاد میده شه بیشعت هسکانا او بیزمن شه یو سیم ال اوی و هم سرخین شه میرا یعنی پاسخ به ما داره این آگاهی رو میده که در زمان خطر یعنی زمانی که انسان داره به جنگ میره بر دشمنش لازمه بیشتر مواظب باشه میکل دیگدوغه عویرود از تمام نکات باریک گنا که امرو میکل داور را خودتون رو نگه دارید از هر چیز بدی این کل اومده اضافه کنه حتی نکتای کوچیک و باریک و نکاتی که به نظر پیش, افتاده، پیش پا افتاده میاد میگه از اونها هم مواظب باش زینب بیست توضیح میده که چرا باید در زمان خطر در زمان جنگ انسان بیشتر مواظب باشه از گناه به خاطر اینکه ساتان مقترگ بیش از سکانا ساتان بدگویی میکنه در زمان خطر گمارای یروشلمی همین رو مینویسه که آیا وقتی که انسان به جنگ نمیره اتیاج به مواظبت از گناه نیست بلکه اینجا میخواد بگه اون موقع بیشتر باید مواظب باشه که ساتان در زمان خطر بدگویی میکنه و میخواد برای انسان مشکل به وجود بیاره و کال البته بعد داوار چرا گفته میکل داوار کل رو یاد گرفتیم هر نکته ای رو میخواد اضافه کنه حتی نکات کوچیک رو باید دقت کنیم ولی داوار چی میخواد بگه گم سیبوت چه میمنو یه سوو ها را همچنین دلایل و سبب هایی که از اون باعث میشه که اون بدی و گناه پیش بیاد تو باید اونها رو بدونی و از اونها هم مواظبت کنی و خودت رو نگه داری ویر به مش سیوا ساموخلا و تذکر میده در چیزی که دستور میده در پیوست که یه بخوا ایشش لوی تار میگه ببین اگر باشه در تو شخصی که پاک نیست و گفتن ربوته نوزی خیلون بخوا در گمارای که داف منواب عمود که شعیر اوره اورا بیوم موین ویده قری علیلا یعنی فکرهایی که گناه انسان در روز به اونها میپردازه انسان اون بالت قری در شب میاره بنیت کروه نکاتوف و اینجا پاسوق منظور داره به سمی خود یعنی این پاسوق رو که در کنار هم نوشته میخواد همین رو به ما بگه لومش الکیوت بازه یه صف به معمر می میکرد یعنی میخواد بگه توسط امثال این پاسخ داره دستور میده و میکول میکل خودتون نگه داره از هر چیز بدی حتی فکر گناه که اون داواره داواری که سبب میشه اون بدی در شب پدیدار بشه پس اینجا ما یاد گرفتیم که چرا پاسخ اومده در مورد زمان جنگ گفته از هر موضوع بدی مواظب باش پس در حالت عادی نمیخواد مواظب باشیم اینو به ما یاد میده که در زمان خطر هر زمانی نه تنها مسئله جنگ هر زمانی که انسان داره در یک مسیری که پر خطر حرکت میکنه و پا میگذاره اونجا بیشتر باید مواظب باشه که ساتان از این موقعیت خطرناک استفاده میکنه و بدگویی میکنه و میتونه خدایی نکرده تاثیر داشته باشه پس انسان از هر نکته ریز و کوچیکی هم در گناه باید دور بشه از این که گفته میکل نشمرت میکل از لغت میکل یعنی هر چیز بدی رو تو بعد ازش دور بشه حتی نکات کوچیک سوال بعد اینه که چرا گفته میکل داوار را میتونست بگه نشمرتم میرا میکل داوار را هم میکول رو گفته هم داوار گفته کل رو توضیح دادیم داوار رو اینجا میفرماد چیزی که باعث میشه که انسان به گناه کشیده بشه مثلا روز فکر میکنه شب به آلت غری میاد این فکرهای بعد این وسوسه های بعد زمین ساز و عامل اون احتلام در شبه پس میگه از هر چیزی که داوار از هر چیزی که میتونه تو رو به گناه بکشه پریز کن و دور شو و مواظب باش که حتی به یه چنین سبب هایی هم کشیده نشی و زمینه ها و بستر گناه رو هم خوش کن و دور کن و از خودت خارج کن تا اینکه خدایی نکرده دوچار مشکل نشی وقتی میخوای در جنگ یا مواردی که خطرناک وارد بشی و مجبوری مثلا نباید خودش رو در موقعیت خطر قرار بده یه جایی مجبوره مثل همین قضیه جنگ پس بنابراین از هر گناهی دور شو از هر عواملی که باعث گناه میشه از اونم دور شو که مدوار مقدس بر خودش کمک کنه که هم از گناه دور بشیم از فکر گناه و از هر عاملی که میتونه ما رو به گناه و معصیت بکشه آمین کنیرسون